در این جایگاه موسیقی بی بی سی استودیوهای میداویل که بزرگان و نامیان در آن خوانده‌اند، علی عظیمی از لندن خودمون و گروهش از دوروبر دنیا برای ما می‌نوازند از آلبوم گذشته و آلبوم آینده. خواهش می‌کنم. بعدی بود و یاری نداشتیم، با توی راه نامعلومی گذاشتیم، فکر کنم گم شدیم خونه اون دور دوراست. کشتیمون غرق شد و خبر نداشتیم، آژیر رو جیغ زدن باور نداشتیم، دیگه دل پیر شده افسرده و مبتلا. نگیره توش دل بهونه به سرزمینی که توش فارغی پادشاست.
ناخدای ناخدای بی خدا. آب پاکی رو ریخ رو دست ما ای ناخدای ناخدای بی خدا. آب پاکی رو ریخ رو دست ما ای ناخدای ناخدای بی خدا. آب پاکی رو ریخ رو دست ما. بسیار عالی، سپاس، خیلی متشکرم از همگی شما. تانک یو آقا، خیلی خوشحالم میبینمت. من یادم در حدود 12 سال پیش بود که مهندسی بودی اومدی لندن. الان خیلی اتهام به نفعت شد که مهندس باشی و اومدی که یه گروهی رو درست کنی و از اون ساعت الان خیلی راه رفتی، بسیار تونستی بچه‌ای بود با خود همراهی کنی. پویا که از گیتار نوازان حرفه‌ای اینجا است، هر گروهی بخواد بزنه حتما پویا باید توش باشه. یحیی الخنسان اگه بیاد از آمریکا که همه میخوان رو دست ببرنش، و علی هم که دیگه رهبر ارکستر بیشتر وقتا، نه وزیر دست راست چپه. علی رو من کشفش کردم و واقعا یک استعداد بزرگی به نظرم علی. صدا هم که داری میخونی دیگه، همراهی میکنی، برای خیلی متشکرم. خب فهم من یادم که تو اول با یک گروهی بود، اصلا اسم گروه داشتیم، بعد دیگه شدی تکی علی عظیمی. رادیو تهران. رادیو تهران. آره. من ما اینجا که مهندس بودم یه زمانی شد که تصمیم گرفتم برگردم ایران و یک گروه درست کنم و با دوستای قدیمی یک گروهی درست کردیم به نام رادیو تهران. تو ایران از ایران؟ آره. آره. و اتفاقا آلبومی که درست کردیم 88 جزو آلبومایی بود که برای خود من خیلی آلبوم موندگار و جذابی شد و اون تجربه گروهیمون واقعا یه چیزی بود که فقط رنگ و بوی خودشو داره و الان کار جدید من یک حالت سویه های متفاوتی داره. آه یعنی دیگه الان جدا شده دیگه، چون من دیگه رادیو تهران دیگه. آره. من با گروه اولم که رادیو تهران بوده یه آلبوم داشتم و سه تا آلبوم هم که به صورت سولو داشتم که این آخری شد. برای تکی بودش. یعنی چارت من. توی یه گاراژی داری، گاراژ چه از کنم، یک آلاچیقی خونه که استودیو کردی با بچه مختلف اونجا کار تمرین میکنی. آهنگات هم اونجا میسازی بیشتر؟ تا اینجای کار اینطور بوده که آهنگا بیشترش اونجا ساخته شده، یا یعنی اینکه تو خود خونه خودم تو اتاق با گیتار یا پیانو. گیتار اینا میزنی. و شعرها اینا بیشتر خودت هست، بیشتر کلامی که استفاده میکنی؟ من شعرامو معمولا خودم مینویسم. آره. و این مثلا توی هر آلبومی تا حالا شده که یک شعری از دیگری استفاده کنم. این آلبوم هم از عمران صلاحی یک شعری استفاده کردم که خیلی بهش علاقه دارم، به نام نام کوچک. نام کوچک. که حالا به اون میرسیم، خواهی خوند. منظور همون اسم اول، اسم فامیل که مینویسی، منظور نام کوچک اون هستش. جالبه که من بگم این اولین بار تو توییتر این شعر رو دیدم و واقعا شیفته این ایده این شعر شدم. آقای صلاحی که متاسفانه 10 سال به رحمت خدا رفته، با پسرشون تماس گرفتم، اجازه گرفتم و ایشون هم با بزرگواری پذیرفتن که ایران هستن. ایران هستن. و این آلبوم جدید هم آلبوم داستانیه، از این است که آهنگا با هم ربط داره، میگن کانسپت اینجا. چرا همچنین آلبومی؟ چون همینجوری الان دنیا تک آهنگه. خب ما داریم به عکس میریم دیگه. خلاف جهت. ماهی آزادی پس. از به حضورت که من میتونم در بیارم. آره راحت در. از به حضورت که آلبوم جدیدم یا آلبوم کانسپت آلبوم یا آلبوم داستانیه، در مورد یک رابطه. هر آهنگی در مورد یک فازی از این رابطه است. و مهمترین چیز برای من بوده که اون احساسی که در اون فاز از رابطه است رو بتونم بکشم بیرون و تو این آهنگ استفاده کنم. مثلا آغاز هست، آهنگ بعدی شکاره، وقتی که میری دنبال کسی، یک کسی رو برای خود پیدا کنی. بعد فاز بعدی فاز هانیمون یا همون محصله، دوران خوشی، همینجوری میره و خراب میشه متاسفانه. حتی واقعیت ها این شکلیه، چون الان ما یاد گرفتیم تیم رابطه همون نسازیم، خیلی با پستی برندی هاش که جدا کنی، عوض کنی رابطه. یعنی در واقع رابطه، در واقع یک رابطه انسان مدرن ایرانیه، میدونی که اینم ما این چرخه ها رو هممون گذروندیم و برای خود من چندی بار تکرار شده و این بار سعی کردم تو این آلبوم این حس ها رو یه جورایی کپچر کنم، یه جورایی بذارم تو این آهنگا که بشنویم. در ضمن بگم که اینجا استودیو اصلی موسیقی بی بی سی، از ارکسترهای بزرگ فیلارمونیک اینجا میزنن تا گروه های
بسیاری از نوابق گیتار جیمی هنریکس اینجا زده تا وایت استرایپس و کولدپلی اینا همه اینجا تو همه استیدم بزن، چون تنها جایی که پرداش و صدا دیواراش ساخته شده برای این نوع موسیقی. ببینیم چی کار میکنیم. علی عظیمی برای ما میخواند و مینوازد.
آخرین آهنگ، آهنگی که خیلیتون میشناسید، یکی از آهنگای منه که در آلبوم آقای پست بود و یه آهنگی بود که رو پیانو نوشتم و بعدن کم کم به یک بند بزرگتر تبدیل شد نوازندگیش. بریم برای آهنگ پیش درآمد. مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقون است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنها که من باد میشم میرم تو موها، حرف میشم میرم تو گوشا، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پا، وقت میشم میرم تو چیبا، گرگ میشم میرم تو گلت. همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری. دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم و دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و بسته ناجور بشم. این قسم، این قسم، این قسم. من برق میشم میرم تو چشمات، شام میرم رو گونم، زود میشم میام میشونم، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم رو تو ریت. هی بخ سراغ من بیا که وقت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. هی بخ سراغ من بیا که وقت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخ سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم.
میشم و دور بلکه مخبور